سلام گرم منو بپذیرید، امیدوارم که خوب باشید. قسمتی بود از دفترمون که نشونتون دادیم. برنامه رو میخوام شروع کنم با چند پیشنهاد ساده برای یک زندگی پربار و خوب و شاد. کاغذ میداد اگه دستتونه بردارید و بنویسید، و البته نه اینقدر ساده، همه چیز باید تا حد امکان ساده باشه، اما نه خیلی پیش پا افتاده که اصلا یعنی انگار رو توجهی نکنیم به زندگی. زندگی جزئیاتیست که دیتیلیست که به اونها میخواییم توجه کنیم. آلبرت آینشتین گفته که همه چیز خوبه تا حد امکان ساده باشه، اما نه خیلی پیش پا افتاده، در هر رابطه، در هر چیزی تو زندگی. بنابراین ببینیم که چه کار میخواییم کنیم، چه چیزای ساده‌ای رو میخواییم توی زندگیمون اجرا بکنیم و ببینیم که چقدر خوب میشه. خب اول از همه اینه که هر روز 10 تا 30 دقیقه تصمیم بگیرید پیاده روی بکنید، و وقتی که دارید پیاده روی میکنید این لبخنده به لبتون باشه، و این بهترین داروی ضد افسردگیه. و وقتی هم پیاده روی میکنید از یک مسیر پیاده روی کنید که زیباست، و خیلی گوش کنید این منظور من چیه که دارم میگم. نگاه کنید به قسمت راست و چپ خیابون. اگر مریم خانم این EMDR رو میگذاشتن من بهشون نگفتم، سرچ کنن EMDR نشون میده که به راست و چپ نگاه کردنه، و فرانسین شاپیرو این رو کشف کرد زمانی که تو خیابون همینطور راه میرفت راست و چپ، و نگاه کرد که دید چقدر افکارش عوض میشه، چقدر تازه میشه، چقدر حالش عوض میشه، و اون چیزای منفی گذشته کم 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 از این لیمبیک سیستم و قسمت ایموشنال ما در میاد، از این هیپوکمپس ما، و تبدیل به یه چیز خوب میشه. باب دارین اونو نشون میدین، مرسی، عالیه. آیو موومنت سنتیزیشن ریپروسسینگ، بله قسمتی از کار ماست که در دفتر میکنیم، خیلی خوبه. و این مرسی و به چپ و راست نگاه کردن و یه تکنیکایی است که ما میگیم شما یاد میگیرید که اون خاطرات تلخ گذشته رو پاک بکنید. حتی کسانی که از جنگ ویتنام برگشتن با EMDR ما Eye Movement Desensitization Reprocessing باشون کار کردن. دست گل خانم فرانسین شاپیرو درد نکنه که ما سمینارهاش هم رفتیم در سایکالوجیکال میتینگ و ایونت هایی که داشتیم، و چقدر زن زرنگ باش، اصلا باهوش، من میگم گیفتره، و این تکنیک رو به وجود آورد. یه قسمتیش هست که فقط راست و چپ رو نگاه کنید و بعد میبینید که چگونه ذهنتون عوض میشه. من این هفته تصمیم گرفتم برای 7 روز هر چیز منفی که میبینم تبدیلش کنم به یک چیز مثبت، و تعجب آوره که چقدر چیزای منفی داره برام اتفاق افتاد. زمانی که نگاه کردم که منفی ها رو عوض کنم، چیزای منفی اتفاق افتاد. حالا هر چیزی که میتونه باشه، من فوری تبدیلش کردم به چیز مثبت و گفتم که ببین این یه چیز خوبی برات داره، یه درسی داره، و تو چطوری بودی که همچین چیزی رو جذب کردی؟ و نگاه کن به خودت، به جای اینکه نگاه کنیم و بلیم کنیم، یکی دیگر رو سرزنش کنیم، یکی دیگر رو تو کردی، ما باید نگاه کنیم به خودمون و رابطه‌مون که what is about me، چه راجب منه که همچین اتفاقی میفته. اگر این نگاه رو ما داشته باشیم میبینیم که تو زندگی چقدر حال احوالمون بهتر میشه و نگاهمون به زندگی عوض میشه. خب قسمت دومی که میخوام امتحان بکنید، هر روز بعد از اینکه از پیاده رویتون برگشتین 10 دقیقه تو سکوت بنشینین. اون افکار منفی، مسموم، نگاتیو، منفی همجور میادش، مهم نیست، یه کاغذ مداد داشته باشین، اومد، حضور داره، اومد، میگذارمش اینجا، کارش ندارم، اومد اینجاست. شروع میکنم که تو سکوت بودن رو تجربه کنم، همین، هیچ کار دیگه نمیخوام بکنیم. اونجاست که خلا ایجاد میشه و اونجاست که خلاقیت شروع میشه. شما این امتحان رو بکنید، این کار رو بکنید، چون خیلی وقتا آدم ها با عجله دارن زندگی میکنن، هممون. اون 10 دقیقه میشه مدیتیشن، ولی ما میتونیم یاد بگیریم که در 24 ساعت یا اقلا ساعتی که بیداریم
16 ساعت مدیتیشن طبیعی داشته باشیم، با خودمون آروم باشیم. برخوردیست، یه چیزیست دوست نداریم، رانندگی دوست نداریم، عزیزمون کاری میکنه دوست نداریم، و و و نفس عمیق الان میپذیرم، میگذارمش اینجا، افکار مثبت رو دارم و بعد میبینم میخوام بعدن هم چی کار کنم. پس وقتا بعد از یک دو هفته میبینی خودش میره، اگر انقدر بها بهش ندین، انقدر نچسبین. بعدم انقدر من نکنیم. من خیلی مهمم که باید همه چی عالی باشه. نباید باشه. نگاه کنیم ببینیم برای بقیه چیه، و اون قانون طلاییه که ببینیم بقیه چی براشون مهمه و ما چه خدمتی میتونیم بکنیم. نه اینکه فقط من. اونجایی که منه ایگو میاد، ایگو که میاد او حق با منه، من میدونم درست میگم. نگاه کنین تو زندگیتون کجا فکر میکنین حتما حق با شماست و شما درست میگین، کجاست که کسی جرأت نداره به شما بگه اشتباه از شماست. الان هم همه تون نگاه میکنید که فلان کس چه بلایی سر من آورد. یه نگاهی کنیم که بعد از اینکه فلان کس یه بلایی سر شما آورد، شما چجوری خریدین و خوردین اون بلا رو؟ داد بود، بیداد بود، پولتون رو خوردن، غیبت کردن، حسادت کردن، حرفی زدن که دوست نداشتید، حقوقتون رو از بین بردن. شما چجوری برداشت کردید؟ شما چجوری نگاه کردید تو زندگی؟ و در روابطتون چقدر صادقانه هستید با یک نفر؟ یکی از تمرین‌ها اینه که چقدر آثنتیک باشم و ریال باشم و صادق باشم تا اونجور آدم ها رو جذب کنم به خودم. دو تا بچه با هم بازی میکردن. پسر بچه به دختر بچه گفت من همه تیله هامو میدم به تو، تا همه شیرینیاتو بده به من. باشه، همم جلوشون پخش بودش. دختره گفت باشه. دختره همه شیرینیاشو داد، پسر همه تیله هاشو که خواست بده گفت واه این تیله بزرگی خیلی خوشگله، حیفم میاد اینو بدم. یواشکی گذاشت تو جیبش. رفتن، دختره خیلی خوشحال بود و با تیلا بازی میکرد، اصلا نمیدونست یه تیله زیباتر و بزرگتر و قشنگتر و جذابتر و براختری هم وجود داره. و گفتی از این شیرینی هم خسته شده بودم، حالا با تیله ها بازی کنم. اون پسر هم چون که داشت خوراکی ها میخورد گفت نکنه این دختر بهترین شیرینیش رو به من نداده. یکی برای که خودش کرده بود، این پروژکشن فرافکنیست، نکنه. و بعدم آدم اگر وجدان داره میگه که ببین، من به این گفتم بی صادقانه بازی کنیم، زندگی یه بازیه، یک بازیه. بعد ببین چه جوری بازی کردم، تیل خوبم رو ندادم، حالا باید یه مقدار فکر کنم ببینم اشتباه من چیه تو زندگی، تعهدم میدم انجام نمیدم. خیلی از ما این کار رو کردیم. از این به بعد حالا میخواییم جز کارهای سادهی که میکنیم اینه که تعهدی ندیم، قولی ندیم، اگر میدیم پاش وایسیم و رابطه ای رو شروع نکنیم. اگر شروع میکنیم صادقانه باشه، اگر صادقانه باشه، دستمون پاک باشه، نمک فلفل هم بریزن میریزه، زخمی نیست که بره لاش. ولی اگر خودمون زخمامونو داریم، چه درونی چه فیزیکی، تو ذهنمون، همه میاد دیگه، میاد و بیچارمون میکنه. خب سه عامله که میخوام باهاش زندگی کنید. بعد خطا رو که زنگ بزنید در هر کجای گیتی هستید جواب میدم. در رابطه با خودتون پرسش دارید، عزیزتونه، فرزندتونه، کارتونه، انتخاب همسر، چگونه رابطه مؤثر با اطرافیانم داشته باشم، با این بچه‌م چیکار کنم، با این عروسم، مادر شوهرم، پدر شوهرم چیکار کنم، هر سوالی دارین میتونید تشریف بیارید و در خدمتتون باشم. این قسمت رو تموم میکنم. همواره با سه عاملی که میگم تلاش کنید زندگی کنید، سعی نکنید. وقتی من سعی میکنم با یه چیز زندگی کنم، سعی میکنید اینو از من بگیرید، نمیتونید. هزار راه دارم که بهتون ندم. تو زندگی هم وقتی سعی میکنید دنبال یه چیزی برید، اصلا به وجود نمیاد. تلاش و I do my best، بهترینم رو انجام میدم. خب انرژیه، سه عاملی که خیلی تو زندگی مهمه، انرژی، شوق و ذوق. ذوق کردن، ذوق کردن که یه دونه گل خریدم، یه دوستی رو میخوام ببینم، یک بستنی میخوام برم بخورم، یه قهوه میخوام بگیرم، میخوام پیاده روی کنم. شوق،
ذوق داشته باشم برای هر چیزی. مثل زمان کودکی یادتونه چقدر ذوق و شوق داشتین برای هر چیز کوچکی؟ اونم همینطور. و بعد همدلی از همزبانی خیلی بهتره. من سالها، این سالا نه دو سال تازه آمده بودم آمریکا، یه دوست اسپانیش داشتم که اون انگلیسی بلد نبود، منم انگلیسیم خوب نبود، اسپانیش هم بلد نبودم. حالا مثل نبودش که آیفون و اسمارت فون و از این تلفن‌ها داشته باشیم زود بزنیم و ترجمه کنیم. با یک زبان بی زبانی با هم حرف می‌زدیم که میومد خونمون، می‌رفتیم بیرون، می‌رفتیم، ولی همدیگر درک می‌کردیم. خیلی جالب بود. شاید 18 سالگی 20 سالگی هم انرژیش بیشتره، ولی هنوزم میشه امتحان کنید با کسی که زبونتو نمیفهمه دوست بشید، ببینید چقدر میتونید همدل باشید. اوکی، دو نکته دیگرم میگم، یه پیام ها رو میشنویم بعد برمیگردیم. اینه که نسبت به سال گذشته، سال گذشته هر فیلمی دیدید، هر چیزی دیدین، الان فیلم های بیشتری ببینید و با دوستان بیشتری برید سینما و فیلم هایی رو ببینید که شاده، فیلم هایی که شاده. همزمان کتاب هایی رو بخونید، کتاب های بیشتری رو مطالعه کنید، کتاب هایی که شاد باشه و خوشحالتون کنه. البته کتاب های روانشناسی خیلی خوبه، کتاب های من بیشتر اونها رو معرفی میکنم. قانون توانگری رو میخواستم بهتون بگم، خیلی دوست دارم. شفای زندگی رو خیلی دوست دارم. کتاب هاییست که خیلی خوب هستن. Parenting from inside out، چگونه مادر پدری باشیم که بدونیم دقیقا چی کار میکنیم، دانیل سیگل. کتاب های من، چگونه مادر پدر موثری باشیم، یک صبر عشق و سیدی ها و کتاب های دیگه. خب حالا گفتم یه نکته دیگه میگم، فرصت بیشتری برای اینکه با خودتون باشید. حالا فکر میکنید، نیازاتون رو مینویسید، عبادت میکنید، یوگا میکنید، مدیتیشن میکنید، هر کاری که دوست دارید میتونید انجام بدید، ولی این کار حتما انجام بدید و یادتون باشه با بچه های بیشتر و با سالمندهای بیشتری در تماس باشید. از سالمند مرتب میاموزید، مرتب میاموزید. بچه هم که خودشونن دیگه، خودشونن و میبینید که چقدر جذب میشید. من سمیناری داشتیم در آنتالیا در ترکیه برای عید و دوستان زیادی از ایران و جای دیگه اومده بودن. من بودم، دکتر رعوفی بود، چند از دوستان دیگه این ردیف جلو رو به ما داده بودن دیگه، خیلی هم جالب بود. بعد بچه ها میمدن این جلو، دوست داشتن بیان جلو. خب ما بعضی ها رو که جا داشتیم وی آی پی مثلا میوردیم میشوندیم، مبلا بد نبود. بعضی دیگه دوروبر ما بودن. من انقدر بچه ها رو جذب میکنم که 7-8 تا بچه دوروبر من بودن. بعد آهنگاری که خواننده ها میخوندن، بچه هایی که 90% چون از ایران اومده بودن، انقدر قشنگ اینا آهنگارو میخوندن، با هر خواننده ای بلد بودن بخونن. و بعد من واقعا ویدیوشون رو گرفتم برای فامیلا فرستادم و فکر کردم که چقدر با این بچه ها بودن قشنگه، حالا دوروبر جلو پشت. و چون من سالها کلاس های فارسی داشتم و یاد گرفتم با این بچه ها باشم، ازشون بیاموزم، باشون معاشرت داشته باشم، میبینم چقدر عشقن، چقدر پاکن، چقدر خالصن، چقدر راحتن. قشنگ بهت میگن موت بریخت خوشگله. مثلا برای من جالب بود تو کلاس فارسیم که من درس میدادم، هر وقت مومو میزدم پسرها همه میگفتن چقدر زشت شدی، همه چقدر موتو کوتاه کردی خانم، زشت شدی. دختره همه میگفتن چقدر شیک شده، چقدر خوبه. این سلیقه مردانه و زنانه هم هنوز در روانشناسی میبینم که مردها چه نوع آرایشی دوست دارن، چه نوع ریختی دوست دارن، خانم ها چه جوری دوست دارن. اون دختر بچه کوچولو صادق که میمد با من حرف میزد، من قبولش داشتم بیشتر از هر دوست بزرگسالی که میخواست بگه، بگم نگم تعریف باید بکنم. قضاوت دارم، داوری دارم، او چه برداشتی داره، او چه نگاهی میکنه. برای همین با بچه ها که باشیم، با کودکان که باشیم، خالصن، خوبن. بعد از این برمیگردم، یکی از کتابامی که ترجمه کردم از کودکان بیاموزیم، اگر جزء کتابام اینجا باشه قسمتشو براتون میگم. بعد از پیام ها برمیگردیم. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی، با گشودن دریچه امید با آنان که تنها نظارگر خوشبختی هستند، امکان می‌دهد تا آرامش روان و زمزمه خوشبختی را تجربه کنند.
برای مشاوره حضوری و تلفنی، حل مشکلات خانواده، فرزندان، زناشویی و فردی، آزمون‌های روانشناسی، درمان عدم تمرکز و اختلالات یادگیری، روش برخورد با عصبانیت، استراب و بحران‌های روانی، ترس‌ها و نگرانی‌ها، اصول پرورش کودکان و نوجوانان، تقویت اعتماد به نفس، مشاوره قبل از ازدواج با دکتر شیرین نوروی با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرمایید. دکتر شیرین نوروی همچنین آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سی‌دی چگونه پدر و مادر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین سه محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در آمریکا و سایر کشورها با شماره تلفن 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید.